اینجا رادیو کمپره. من یکی از کتابای مورد علاقم در دوران کودکی کتابای تنتن بود. تنتن دو تا ویژگی داشت، که این بود که خبرنگار بود، که این بود که به واسطه خبرنگاری میرفت سفر. در دوره سربازی دیگه شروع کردم به ایرانگردی. در اواخر دهه 70 دیگه سفرهای خارجیم شروع شد. اوایل شاید بگم دهه 80 شروع کردم به نوشتن درباره سفرها، که در اواخر دهه 80 منجر شد به نوشتن سفرنامه ها، یعنی کتاب کردن سفرنامه ها که تا امروز ادامه پیدا کرده. منصور یکی از اون آدم هاست که جمله جالبی داره. منصور میگه برید گمشین، البته توی سفر. ماجراشو برامون توضیح میدی؟ شاید برای من جذابه. من چون درباره سفر می نویسم و کتاب می کنم، هر اتفاق غیر منتظره ای برای من جذابتره، به خاطر اینکه به من قصه میده تو کتابم، روایت میده. بنابراین گم شدن هم یکی از اون اتفاقاست دیگه. آدمی وقتایی بد نیست که گم بشه، ولی خب خطراتی هم ممکنه داشته باشه. یه وقتایی مثلا تو بدون نقشه، بدون تکنولوژی سفر میکنی، تفاوتش، دریافتت، اتفاقی که برات ایجاد میشه چیه؟ خب الان که دیگه انقدر همه وابسته شدیم بهش که نمیتونیم ترکش بکنیم، و یه جاهایی واقعا نجات دهنده است در اینکه شک نیست. قبلا من باید کلی مثلا میرفتم کتابای لونلی پلنت و نمیدونم تایم اوت و این چیزا رو پیدا میکردم به سختی، یا میگفتم از اون ور برام بفرستن، یا اینجا مثلا با یه قیمت بالایی میخریدم که بتونم درباره یه کشوری اطلاعاتی بگیرم. الان میرم توی اپلیکیشن مثلا کالچر تریپ، هزار تا مقاله هستش، تقسیم بندی های درست، چیزای جذابی که به دردم میخوره. دفعه مثلا میگه آقا اگه میخوای بری فلان شهر این 10 تا فیلمو ببین. خب قبلا یه همچین چیزی واقعا وجود نداشتش. خب نمیتونم کتمان بکنم اینا رو. ولی یه وقتهایی تکنولوژی در سفر ارتباط آدم رو با آدمهای دیگر از بین میبره. رادیو کمپر. کالچر تریپ رو خیلی دوست دارم و تریپ اوسو، این دوتا خیلی به نظرم نرم افزارهاییه که به شدت میتونه به آدم کمک بکنه که چیزهایی سلکت شده رو انتخاب بکنه، مثل همین چیزایی که میگم. یا مثلا فرض کنم یکی آقا اگر فقط 2 روز تو فلان شهر بودی، یا اگر فقط $100 داشتی مثلا در این شهر چی کار بکن، میبینی خیلی بهت ایده های خوبی میده. سفر هزینه داره دیگه. بالاخره شما هر کی علاقه مندی داره در زندگی براش تلاش میکنه. منم علاقه مندیم سفره. خب به واسطه سفر خیلی تجربه کسب کردم، ولی خیلی چیزها هم ندارم. شاید اگر این سفرها رو نمیرفتم خب خیلی چیزهای دیگه ای داشتم که الان ندارم، ولی خب ناراضی هم نیستم، خدا رو شکر. برای همین به این معنا نیستش که بدون هزینه برن سفر و ریسک های خیلی بزرگ بکنن و اینا. به هر حال من معتقدم که آدم باید توی خونه اگر قبلش برگرده یک اطمینان خاطری داشته باشه، در سفر بهش اعتماد به نفس میده و قدرت ریسکش رو بالاتر میبره. ولی ببین سفر خودت که بهتر از من میدونی یک مهارته. مهارت هم در طول زمان پیش میاد، یعنی تو تجربه میکنی هی و بعد میبینی که خب چه چیزهای جدیدی یاد میگیری و کجا میتونه این برات در واقع کم هزینه تر بشه. شاید اگر سفری که من الان میخوام برم با ایکس تومن، اگر قرار بود که 15 سال پیش میرفتم، 20 سال پیش میرفتم، 3 ایکس تومن هزینه داشت، به خاطر اینکه خیلی چیزها رو نمیدونی. جدای از همه اینها، من اساسا آدم خیلی پرخرجی نیستم، یعنی آدمی نیستم که مخارج خیلی عجیب و غریبی در سفر داشته باشم. خیلی عادت دارن لاکچری سفر بکنن، خب بدم نیست بالاخره اگر که پولاش داشته باشن برن، خب میشه جونشون. ولی من ترجیح میدم به جای اینکه یه سفر لاکچری برم، مثلا 3 تا سفر اکونومی برم و 3 جای بیشتر رو ببینم. و یه وقتهایی همین صرف جویی ها، همین برنامه ریزی ها خودش جذابه و به سفر پرسپکتیو میده. سرآورد اولیه دارم معمولا که آقا روزی انقدر مثلا هزینمه، که خب باز تو همون سعی میکنم که یه صرف جویی درون سفری بکنم. از اون برآورده 2 برابر یا 2.5 برابرش رو با خودم همراه خودم میبرم، به خاطر اینکه یه دفعه ممکنه یک اتفاقی بیفته. اوایل که به حال آغاز سفر هم بود، اون موقع من یک روشی داشتم، یک کارت های اعتباری بود. بانک پارسیان حساب داشتی به کارت اعتباری میداد، یعنی تو میتونستی یه چیزی رو بخری و بعد خورد خورد در طول ماه. من همیشه بلیط هامو
از کارت‌های اعتباری می‌خریدم و در طول مثلا چند ماه آینده خورد خورد پولشو مثلا پس میدادم به بانک. برای هزینه خود سفر اینجوری بودش که خب من هر کار اضافه تری از درآمد معمولم میکردم همون موقع میرفتم تبدیلش میکردم به دلار یا یورو. تنها سفر رفتن اصلا به این معنی نیست که در سفر تنها بمونی. اتفاقا یکی از راه‌های در سفر تنها نموندن و پیدا کردن آدم‌های دیگه و اینا اینه که تنها بری سفر، چون وقتی که تو با یه نفر دیگه هستی تمام وقتتون به خوش گذشتن با هم دیگه می‌گذره. این دیگه عادت هم شده و یه جورایی بودن با یک آدم دیگه چابکیمو در سفر می‌گیره، به خاطر اینکه بعد باید تو با یک برنامه دیگر هم هماهنگ بشی. اینجا رادیو کمپره. خیلی از ما که منظور جان ساکن تهران هستیم، شهر تهران رو یه جوری مبدع در واقع سفر میدونیم، هیچ وقت به عنوان مقصد بهش توجه نمیکنیم. چقدر توی تهران سفر کردیم؟ ببینید، اتفاق فقط درباره تهران نمیافته، این اتفاق درباره شهر خیلی از جاهای ایران و دنیا میافته که ساکنین اون شهر چون همیشه فکر میکنن که خب ما فرصت اینو داریم که هر وقت بخوایم بریم هر جایی رو ببینیم، نمیرن جاهای اصلی اون شهر رو ببینن، همیشه میندازنش به یک زمان دیگری. ببین، سفر نه فقط الزاما درباره من، درباره هر کسی، آدم‌ها رو آسانگیرتر می‌کنه و دنیاشون رو بزرگتر می‌کنه. اینجا رادیو کمپره.